دوزاریا که ما داریم، هر جا بری اینا اون بالا وایسادن، خط باشه، عروسی باشه، عقد باشه، عزاداری باشه، مجلس بزرگداشت باشه، اونایی که رفتید در این برنامه که حکومت اسلامی در اورنج کانتی گذاشته بود، یه گزارش به من بدید. اردوان مفید به من گفت من اونجا غرفه‌ام رو با پرچم شیر خورشید ایران مزین میکنم. به من خبر بدید که پرچم شیر خورشید با اردوان مفید بود یا نه. این رو حتما به من اطلاع بدید. یه جا باید یه سری مسائل رو کات کرد، یه سری برنامه ها رو، چون یه ذره من رو بعضی آدم ها دیگه دارم خیلی حساس میشم. شطور سواری دولا دولا نمیشه. این دو تضاد همونطور که در اول این تحلیل خدمتتون عرض کردم، در ایران جنبشی به وجود آورده که اولی حرکتی است از افرادی که با عقاید کهنه و غیر انسانی که با پشت خمیده راه می روند و خود را با عصای کج و موجی هدایت می کنند و با وجود اینکه در سرازیری در حرکتند ولی از نفس افتادند. از این بهتر دیگه نمیتونستم بگم. دیگری جنبشی از جوانان سبکبال و قوی با پاهای بالدار، با نغمه های جاودانی در گلوهای آنها و به امید آیندهی بهتر برای نسلهاشون بر تمام سطحهایی که در جلوی اونا درست کردن، مثل مغناطیسی که اونها رو از جای کنده و به سوی کوهستانها با قوه سهرامیزی داره به خودش میکشه. تو ایرانی عزیز من، تو هموطن برون مرزی من، تو عزیز من در درون مرزهای ایران، کدام یک از این، در کدام یک از این دو جنبش هستی و میخواهی باشی؟ از خودت بپرس و در سکوت شب راجع به این حرفایی که زدم تفکر کن که آیا تو برده دیروزی یا آن که انسان آزاد و آینده نگر و خیرخواه فردایی؟ به تو میگویم که اطفال دیروز امروز در سوگواری دورانی هستند که خودشان برای خودشان خلق کردند. تکرار میکنم، به تو میگویم که اطفال دیروز امروز در سوگواری جوان، در سوگواری دورانی هستند که خودشان برای خودشان خلق کردند. آنها تناب پوسیده ای را می کشند که هر لحظه ممکن است پاره شده و آنها را به قعر فراموشی های ژرفناکی سقوط بده. آنها در خانه های پوشالی زندگی می کنند که دارای بنای ضعیفی است و زمانی که طوفان به حرکت افتد که در حال شروع شدن است، توده یا اکثریت یا دوزر یا روشن فکران سیاست بازا برنامه سازای هرومزاده یه هزار چهره، طوفان داره شروع میکنه به حرکت. بناتون ضعیف، فرو میریزه، خونه هاتون پوشالیه، دگرگون میشه، شماها به قعر فراموشی ژرفناکی خواهید رفت. من میگویم که افکار شماها دوزاریا که به ما خیانت کردید و دارید میکنید، نزاع شماها، ترکیب شماها، کتابهای شماها، قلمهای شماها، برنامههای شماها، تمام کارهای شما چیزی نیست غیر از زنجیرهایی که خودتون مدت هاست مثل حلقه های زنجیر به هم چسبیدید و قادر یواش یواش دیگه بهتون اجازه نمیده، حتی قادر به حرکت نیستید، در همونجا غرق دارید میشید، راه برگشتم میدونید برای خودتون نذاشتید. هر چی من نگاه کن، عجب تحلیلی این، واو واو، این در ارتباط با مزدوران حکومت اسلامی از گروه های مختلفش تحلیل نشستم نوشتم که قشنگ دست این حرومزاده ها رو رو میکنه، ولی خستم جانم. این سرتیفیکت باید به در خونه همه شما ها بیاد.
این سرتیفیکت که تعدادش به 1796 نفر رسیده، 1796 خانواده حقیقی و حقوقی، اونهایی که میخوان در اون گرد همایی 20,000 نفری باشند باید اینو داشته باشند. اونهایی که میخوان عضو این خانواده باشند خیلی راحت یکی از اینا باید تو خونشون بیاد. زمانی که زنگ میزنن مثلا میگن ما شماره 1352 1760 هستیم، کاملا مشخصه کیان کجان. این سرتیفیکت ها رو باید داشته باشید. وقتی زنگ میزنید کمک میکنید، 50 دلار بدید اینجا مینویسه 50 دلار، 500 دلار بگید میگه 500 دلار، 10,000 دلار بگید میگه، همش هم تکس دیداکتبله. منم خسته شدم. در طول 5 روز گذشته من 25 ساعت، در طول 6 روز گذشته 24 ساعت و 27 دقیقه برنامه زنده رم. خیلیه با 3 روزش رو 2 تا برنامه رفتن زنده. برنامه های هفته گذشتم دیگه هیچ کدومش کمتر از 3.5-4 ساعت نبود. بسیار کار سختیه، خصوصا که پر محتوا باشه و دوستتون دارم. با 1000 بوسه به عشقهای زندگیم، یاسمن عزیزم، همسر خوبم، نازنینم، مادر فرزندانم، با بوسه بر آریانم، کوروشم، داریوشم، لیدیا خانم عزیزم، سپاس و تشکر و مهر بی پایان از پدر و مادر نازنینم که اینجا همیشه هستند، و تشکر از مهر شما، مهر بی پایان شما، شما عزیزانم، شما نازنینانم، شما اعضای خانوادم. خانواده من دیگه اونا که داریم زیر یک سقف زندگی میکنیم دیگه 5 نفر نیستیم، ما 6 نفر نیستیم، چند ده هزار نفر هستیم. باور بفرمایید دوستتون دارم، بهتون احترام میذارم، مخلص همتون هستم و در این راه سخت و دشوار و صعب العبوری که در پیشه با هم خواهیم بود. پاینده ایران، down with Islamic Republic، terrorist government in ایران، جاوید ایران پادشاهی، پاینده ایران یک بارچه، I love you all، جاوید شاه.